درود بر دوستان عزیز، بر ایرانگرایان همراه، بر پارسی زبانان عزیز، همسایگان عزیزمون افغانستان، تاجیکستان، ازبک و جای دیگه. هر جا هستین امیدوارم حالتون خوب باشه. یک نمونه، یه تیکه از ویدیو رو انتخاب کردم، از یه ویدیو 3 ساعته مال دو تا پروفسیون معلوم الحال. میخوام تراوشات فکری اینا رو بذارم. این دو تا نمونه از صدها نمونه است، همشون همینطورن ها. اسم نجسه رو نباید بیاریم. اینها از ترامپ بزدل و ترامپ شیردل و نمیدونم ترامپ زبل و ترامپ لولو خورخره کرده بودن، فکر کردن که ایرانی ها میترسند و آخونده ها میترسند. این روزا اکثر ترامپ فرش میدن، میگن ترامپ بزدل، ترامپ ترسو. چرا؟ اینا همینایی که در واقع اوایل آمدن ترامپ با کونشون پسته میشکوندن تو کونشون عروسی بود، الان ترامپ فرش میدن، میگن ترامپ بزدل، ترامپ ترسو. چرا؟ چون به ایران، چرا به ایران حمله نمیکنه؟ تمام دردشون اینه و ما تحتشون جر خورده، انگار توش نشادور ریختی به سوزش افتادن. این حرومزادهای ضد میهنی رو که حیا هم ندارن و اصلا نمیفهمن این حرفا و تلیلا رو ضد میهن میزنن و از ترامپ ناراحتن، بهش میگن بزدل ترسو، چرا به ایران حمله نمیکنه؟ حالا اینا پروفسیون ایرانن، عربا هم همینطور. اینکه گای میبینی نمیدارم که فرماندار شارجه و ابوظبی و عربا و تنه میندازن به ترامپ، ترامپ فرش میدن، اونا به همین دلیل به ترامپ تنه میزنن که چرا به ایران حمله نمیکنه. نه اینکه دلش واسه ما ایرانی ها سوخته باشه یا از شجاعت ایرانی ها خوششون آمده باشه. همه اینا حالا ترامپ دیگه شاخشون بود دیگه، این حرومزادای میهن فروش، ترامپ شاخشون بود. مثلا آی ترامپ اومد دیگه کار آخونده تمامه، همه عروسی، هیچ گوی هم نخورد، هیچ غلطی هم نکرد، ولی تو هیکل شما وطن فروش های خائن که آرزوی حمله به ایران دارید که بزنه زیر ساختای ایران و در صورت جنگ اگر بتونه چنین گوی بخوره و غلطی بکنه 200 سال عقب بیفته، که اون حرومزادای دیگه رو بیان اینجا به رأس کار بهش منشونن که کل مزدور و وطن فروش دیگه هستن که بلا قربانگو هستن، استقلال سیاسی و استقلال نظامی کشور رو که بعد از هزار اندی سال دوباره به ما برگشت از ما بگیرن، همیشه تو سری خور باشیم، مثل شما پوفیوز باشیم، که چرا یه خارجی بیاد به ایران حمله کنه، شما حرومزاده ها بیاین به اصطلاح حکومت رو بگیرین، ادامه مزدوریتون رو انجام میدیم. لعنت خدا بر شما حرومزاده های بی پدر و مادر و وطن فروش که آرزوی حمله به ایران داریم. پیروزا یکیشون یه حرومزاده تر از اون که یه بچه آخونده اومد تو بی بی سی هم با وقاحت. حالا امروز دیدم که این بی بی سی همجنس باز و تبعه اون دویچه وله همجنس باز تیت زدن که از سایت این آمریکایی به نام سی بی اس که منبع خبرش هم یک مقام آگاه در نمیدونم پنتاگون یا فلان، که مقام آگاه شما نمیدونیم کی هست، که خامنه ای دستور مستقیم داده که ایران حمله کنه به همین آرامکو، و ولی صداش در نیاد، رد پای نذاره. حالا کی بوده این خبر تو بیت رهبری بوده به این سی بی اس اسهالی رسونده؟ حتما یکی مثل رولازم بوده، اون میو نیوز این خبرها رو بهشون داده. ترامپ بیچاره رو همین پروفسیون حرومزاده فریب داده که دورورش بودن این رجبچی ها و صفن طلبای ناندرتال و اینا. ترامپ از اوضاع ایران، خب سناتورها خیلیشون گاون دیگه، چیز از محیط ایران و قدرت ایران، تمدن ایران چیزی که نمیدونن، که فکر میکنن یک کشوری هست مثل کشورهای دیگه که اصلا نام و نشانی ندارن، سابقه تمدنی ندارن. من خدا رو فریب دادن. بعد از اینکه میان روی کار، تازه کدورشتی که رفته ما تحتشون، تازه سردگرم روزگار دستشون میاد، میفهمن که چه گوی خوردن، چه غلطی کردن، که اکاش این کار نمی کردن. این حرومزاده های پوفیزیسیون بند خدا رو فریب دادن، حالا دارن بهش فرش میدن چرا به ایران حمله نمیکنی؟ خاک حالا هم تو سر شما ولد از زنای وطن فروش، که دیگه وقاحت رو به این حد رسوندین که علنی همه تون آرزوی حمله به ایران دارین، نابودی ایران رو دارین، که شما حرومزاده بیاید اینجا
ادامه نوکری غرب رو انجام بدین. خاک عالم تو سر شما هر چهارون زاده بی وطن و بی ناموس است. کسی که اینجور آرزوی حمله میکنه زیاد نه فراوون نه خیلی زیاد، همه شما هم اینا رو تو فضای یوتیوب هستین، این حرم زاده رو تک تک میشناسین که اینا که چه حرفی میزنن کیا هستن. من با همه این حرم زاده های بی وطن هستم که چه آرزویی دارم. خب این مرتیکه پوفیوز میگه امارات را میزنه، خواهی که من خودم بارها دارم میگفتم بایدم بزنه. خب چرا نزنه این امارات حرومزاده رو که 100 بار آمده تو ایران بمبگذاری کرده، از این داعش حمایت کرده، از اون ریگی حمایت کرده، تو چابهار بمب گذاشته، تو خوزستان پان عربا رو پول میده، حرومزاده امارات حقشه که اون ملت یمن رو به خاک و خون کشیده. تو حرومزاده ناراحته که اینا امارات هم میزنن، امارات باید هم بزنه، باید بزنه بعد جورم بزنه. بعد شما روز ناراحت این که چرا حوثی ها میخوان، حالا میگن ایران ما خواه بزنه، ایران هم بزنه به حقشه که بزنه این امارات ولد زنا رو. و شما همه دارین این روزها عررستان میکنین، زر میزنین که چرا ترامپ حمله نمیکنه، چرا ترسوه، گوی نمیتونه بخوره، در حدی نیست که بخواد به ایران جواب بده، ایران شیره. بعد این حرومزاده یانکی کابو بیاد به صلاح با ایران بجنگه، ایران جرشون میده، کل منطقه رو میفرسته هوا، اربابش هم نمیتونه. یه عقب مونده دیگه، حالا من دیدم تو کامنت ها یه جایی میگفت که حالا ترامپ چون میخواد رأی بیاره دور اول ملاحظه میکنه، دور دوم به محض اینکه رأی آورد به ایران حمله میکنه. اونجا هم هیچ گویی نمیتونه بخوره و هیچ غلطی نمیتونه بکنه نسبت به ایران، تو دهنش میزنه در واقع تمدن ایرانی، شجاعت ایرانی، شهامت ایرانی، هوش ایرانی، منطقه دست ایرانه و فرای منطقه. و شما حرومزاده در حسرت این که یک عقب مونده ای که داریم بیاد شما رو مثل گاو میبینه و مزدور که میدوشه عربستان و شما هم همه تون تو یک سطح هستین از فهم و شعور و شخصیت، بعد به واسطه شماها داره غارت میکنه آل سعود رو، سعود که به زودی آل سقوط خواهد شد، این شرورترین و کثیفترین آل سلطنتیه که در این چند سال اخیر آمده. بعد با وقاحت همه آرزو این رو دارن که اون سایت سی بی اس سایت عقب مونده ای. و اگر یک نقل از مقام آگاه، خب منم میگم به یک نقل از مقام آگاه، دختر ترامپ دیشب با فلانی خوابیده، با یه ایرانی خوابیده، یا زن ترامپ و دیشب ایرانی ها ترتیبش رو دادن، مقام آگاه گفته دیگه، هم رو هوا دیگه حرف بزنیم دیگه، با ما رو هوا حرف میزنیم بدون مدرک بدون سند، نمیشه یا علی روی موشک، پس اینا ایرانی هست. بله اگه شما یمنی ها رو ایرانی میدونید، حسیار ایرانی میدونید، بله کار ایرانی ها بود، خیلی خوب هم کار کردن. باید این دشمن های ایران رو، این وطن فروش ها رو، این مزدورای بی حیا رو که میان اینجا اینجور در واقع واق واق میکنن ضد میهنشون، اینا که ایرانی ما نمیدونیم این تخم حرومزادای بی شرف رو، اینا حرومزادایی هستن که اصلا شما حق ندارید در مورد ایران صحبت کنید، برید همون کشوری که گور به گور شده که پناهنده شدید، همونجا با همون فرهنگ و آداب اونا زندگی کنید. این اطلاعاتی که کلمات فارسی تو قلب ذهنتون هست پاکش کنید، برید با همون زندگی کنید، همونجا بتمرگید بمیرید، در مورد ایران حق ندارید صحبت کنید. شما مزدورهای پوپوزیسیون بیشرف و ضد میهنی که البته تک تک شما بعد از بی‌آبرویی مجازات هم خواهید شد، پاسخ این خیانت خودتون رو خواهید گرفت. بدرود تمام ایران دوستان. این چنانی انجام داده، او آدمی نیست که بتونه مسائل و مشکلات بین‌المللی رو حل و فصل کنه. در ارتباط با روابطی که با چین دارن دروغ میگه، در ارتباط با روابط کره شمالی دروغ میگه، در ارتباط با موضوعات مربوط به حتی روسیه دروغ میگه. ببینید هر جایی که به دیوار سفت میخوره یا به زمین سفت میخوره، این بلافاصله عقب نشینی میکنه. در ارتباط با هیچ موفقیتی نه در ارتباط با کره به دست آورده، نه چین به دست آورده، نه حتی ونزوئلا به دست آورده، و حالا در ارتباط با رژیم اسلامی این همه امتیازاتی که میده، شعارهایی که میده و بعد عقب نشینی هایی که میکنه، باعث میشه که رژیم اسلامی جلو بیاد، باعث میشه اونا گستاختر بشن.
حتی احتمال این هست که در آینده نزدیک به امارات هم حمله بشه. ببینید قبلا اگر یادتون باشه هم حسین شریعت مداری تأکید کرد که بایستی عربستان و امارات مورد حمله قرار بگیره، پیشتر دو سال پیش حسین الله کرم مدعی شد که ما میتونیم تمام نقطه های عربستان رو بزنیم و تأکید کرد که تیر از ماست. و این مسئله است که بارها بارها قبلا گفتن و حالا رفتن پای این ماجرا فقط در سایه حضور یک رئیس جمهور ترسو و بزدل در کاخ سفیده که این اجازه رو به رژیم میده که قدم به قدم جلو بیاد. خب میدونیم الان 14 ماه به انتخابات ریاست جمهوری امریکا مونده و رژیم اسلامی هم دندونای ترامپ رو شمرده، میدونه او تا کجا ضعیفه و به دنبال انتخابشه و حتی میدونن که بالا رفتن قیمت نفت چجوری میتونه او رو به زمین بزنه و تنش‌های اقتصادی که حالا